سلام، خیلی خوش اومدید. تو این ارائه میخوام درباره دیزاین سیستم در اندروید اتاقی با شما در به اشتراک بذارم که امیدوارم براتون مفید باشه. اما خب قبل از هر چیزی، من مهدی نوری هستم، توسعه دهنده اندروید در کافه بازار و روی محصول دیوار کار میکنم. تو این ارائه هم بیشتر کارهایی که در دیوار انجام دادیم رو توضیح میدم واسه. قبل از اینکه شروع کنیم باید با مفهوم دیزاین سیستم آشنا بشیم. دیزاین سیستم مجموعی از اصول طراحی و پیاده سازی و کامپوننت هایی است که به کمک این اصول پیاده سازی شده و با کنار هم قرار دادن این کامپوننت ها ما میتونیم محصول مورد نظرمون رو توسعه بدیم. ولی واقعا مزیت‌های داشتن یک دیزاین سیستم چی هستن؟ یکی از مزیت‌های مهم دیزاین سیستم ثبات در طراحی و پیاده سازی است. این مسئله شاید در تیم‌هایی که تعداد توسعه دهنده و طراح زیاد هست بیشتر مطرح میشه، ولی داشتن دیزاین سیستم به کمک این تیم‌ها میان که در واقع یک طراحی با ثبات در سرتاسر اپلیکیشن داشته باشن. و خب این خودش باعث میشه که تجربه کاربری بهتری ارائه کنیم به کاربر، چون که در سرتاسر برنامه تو صفحات مختلفمون تجربه یکسانی میتونیم داشته باشیم. اگر دیزاین سیستم رو تو کلاینت اصولی پیش ببریم، به کد بیسی میتونیم دست پیدا کنیم که خیلی راحت میشه توسعهش داد، چون در واقع توسعه دهنده برای پیاده سازی یک صفحه جدید در برنامه نیاز نداره که ویو ها و در واقع اون فضای بصری رو دوباره پیاده سازی کنه و میتونه از کامپوننت هایی که قبلا توسعه داده شده مجدد استفاده کنه. و همچنین توی تغییرات بصری که باید در سرتاسر برنامه اعمال بشه، مثلا افزایش تکس سایز یا تکس ویو توی کل برنامه، این دیگه نیازی نیستش که توسعه دهنده کل برنامه رو اون صفحاتی که نیاز داره رو تغییر بده و با صرفا تغییر دادن یک کامپوننت این تغییر رو میتونه انجام بده. یکی دیگه از مزایای داشتن دیزاین سیستم بهبود ارتباط بین اعضای یک تیم است، چون که در واقع فرض کنیم اگر توی جلسه آگاهی محصولی دیزاینرمون میخواد یک دیزاین صفحه جدیدی رو رونمایی کنه و مثلا میگه که ما میخواییم توی این صفحه از کامپوننت X استفاده کنیم و اعضایی که توی اون جلسه هستن به عنوان حالا توسعه دهنده اندروید و iOS توی ذهنشون دقیقا میدونن که پیاده سازی این کامپوننت X چجوریه، ولی توی گفتارشون نیازی نیست که بدونن در واقع پیاده سازی هر کدوم از این کامپوننت ها توی یک پلتفرم به چه شکلیه. صرفا این که بدونن کامپوننت X چه استیت ها و چه متغیرهایی میتونه داشته باشه، این واسه در واقع پیش بردن گفتگو کافیه. یکی از دیزاین سیستم هایی که احتمالا اسمش رو شنیدید متریال دیزاین است که توسط گوگل پیاده سازی شده و شاید شما هم تو برنامه‌تون ازش دارید استفاده میکنید. متریال دیزاین دقیقا همونطوری هستش که باید یک دیزاین سیستم خوب باشه. متریال دیزاین تشکیل شده از یک سری ایده و گایدلاین هست که طبق این گایدلاین ها یک سری کامپوننت خودش توسعه داده، مثل دکمه ها و تولبار و اپبار و این چیزهایی که داره، و شما میتونید طبق این گایدلاین ها کامپوننت های خودتون رو توسعه بدید. ما از یک سال پیش در دیوار تصمیم به توسعه یک دیزاین سیستم مقیاس پذیر و دسترس پذیر گرفتیم که توی این ارائه بیشتر از دید توسعه دهنده بهش نگاه میکنیم و میبینیم که سنت در کد بیس دیوار چطوری متولد شده و زندگی میکنه. ما برای شروع یک ماژول جدا درست کردیم که بتونیم سنت رو کاملا مستقل و بدون وابستگی به دیوار توسعه بدیم.
در این ماژول تمام رنگ ها رو مستند کردیم و تفاهم کردیم که همیشه از رنگ های موجود در این فایل استفاده کنیم و جای اینلاین رنگ رو استفاده نکنیم. و رنگامون هم به دو دسته رنگ‌های برند و رنگ‌های حالا سمانتیک یا مفهومی تقسیم کردیم. برای فونت سایز ها هم یک فایل جدا درست کردیم و فونت سایز هایی که نیاز داشتیم رو مستند کردیم و توافق کردیم که همیشه از این ریسورس ها استفاده کنیم و هیچ وقت اینلاین فونت سایز رو مشخص نکنیم. قبل از اینکه بریم سمت پیاده سازی کامپوننت ها، اومدیم یک گوگل شیت درست کردیم و با همکاری دیزاینرهامون کامپوننت هایی که در اسکچ طراحی شده بودن رو وارد کردیم. بعد مشخص کردیم که این کامپوننت ها چه استیت هایی میتونن داشته باشن و چه متغیرهایی دارن و اینکه توی پروژه اندروید اسم کامپوننت چی هست و اسم پکیجش چیه. و در ادامه اگر کامپوننتمون شیپ یا سلیتور داشت، اون رو هم مشخص کردیم که بعداً دچار داپلیکیت شدن ترابل ها نشه. این گوگل شیت یکی از راه‌های همکاری و هماهنگی با دیزاینرهامون هست که خیلی هم بهمون کمک کرد. ما برای پیاده سازی کامپوننت ها از یک ویو گروپی مثلا کانسپت لیوت اکستند می‌کنیم. بعد با کامپوز کردن ویو ها و کامپوننت های دیگه یک کامپوننت جدید رو خلق می‌کنیم. برای ساختن ویو هم از XML استفاده نمی‌کنیم و خودمون تو کد ویو و لیوت پارامز رو کانستراکت می‌کنیم و در نهایت اد می‌کنیم به کامپوننت. این از نظر پرفورمنسی خیلی کمک می‌کنه، چون دیگه نیازی نیست که در ران تایم XML پارس بشه و ویو اینفلیت بشه. همچنین برای بیلد تایم هم میتونه مفید باشه، چون که یک سری تسک هایی که روی لیوت ها اجرا میشه برای بیلد شدن دیگه نداریم. یکی دیگه از کارهایی که انجام میدیم ولیدیت کردن طول عرض کامپوننت هاست. مثلا توی کامپوننت نوار ما دوست نداریم که طولش بیشتر از 56 دی پی باشه و اگر توسعه دهنده به اشتباه جای سایز رو اشتباه در نظر بگیره، ما در حال حاضر با سایز مد نظرمون لیوت پارامز رو سیت میکنیم، ولی خب این باعث مشکلات پرفورمنسی میشه، چون که دوباره باید ویومون میجر بشه و تو برنامه هستش که این استراتژی رو تغییر بدیم که وقتی همچین اتفاقی میفته یک اکسپشن تو رو کنیم که توسعه دهنده از اشتباهی که انجام داده مطلع شه. استیت ها و اتریبیوت هایی که یک کامپوننت میتونه داشته باشه هم از طریق XML قابل تنظیمه، هم از طریق کد. یعنی اوورایت هایی هم داریم که از طریق کد بشه این استیت ها رو تغییر بده. برای تست کردن کامپوننت ها یک ماژول اپلیکیشن جدا تو پروژه داریم به اسم سنت سمپل، که اینجا تمام کامپوننت هایی که پیاده سازی شدن با استیت های مختلفی که دارن نمایش داده شدن که هم توسعه دهنده بتونه موقع توسعه کامپوننت ها اون رو به راحتی تست کنه، همین که دیزاینر بتونه کامپوننت ها رو یکجا داشته باشه و پیاده سازی رو بررسی کنه. برنامه هم خیلی چیز شیکی نیست، تمام کامپوننت ها رو داخل یک لینیر لیوت قرار دادیم و همینطوری پشت سر هم چیده شدن و دکمه بک هم اوورراید کردیم که وقتی فشرده میشه رنگ پسامینه لینیالیات رو تغییر میدیم که حالا دیزاینر متوجه بشه که کدوم کامپوننت ها تو چه استیت های مختلفی میتونه بک‌گراندشون ترانسپرنت بشه. همونطور که شاید بعضی از شما مطلع هستید، ما دیوار رو برای افراد نابینا و کمبینا در نسخه 11 کلاینت اندروید دسترسی‌پذیر کردیم و اصلا کار سخت و دشواری هم نبود. گوگل داکیومنتیشن مناسبی برای این موضوع داره و API که میشه اپلیکیشن رو برای این افراد دسترس پذیر کردم خیلی کار باش راحت است. افراد نابینا برای اینکه بتونن با برنامه تعامل داشته باشن از نرم‌افزاری به اسم تاکبک استفاده میکنن که این نرم‌افزار با لمس کردن یک قسمت از صفحه اون قسمت رو برای فرد با صحبت توصیف میکنه. به عنوان مثال اگر کاربر روی متن توضیحات آگهی لمس کنه، تاکبک این متن رو برای کاربر میخونه، که برای این هم شما به عنوان توسعه دهنده لازم نیست خیلی کاری انجام بدید، چون که
تاک بک جایی که مت هست، حالا مثلا یه تکس ویو یا یه باتنه، این رو به راحتی مترجم میشه و کاری لازم نیست بکنه. ولی اگر کاربر نابینا روی دکمه اشتراک گذاری لمس کنه، اینجا اینو دیگه تاک بک مترجم نمیشه، چون که نمیدونین دقیقاً این دکمه که روش کلیک شده چی هست. که برای این یک اتریبیوت داریم به اسم content description که از این میتونید استفاده کنید و هر متنی که هر استرینگی که اونجا قرار بدید، تاک بک اون رو برای کاربر میخونه. بله. متن فارسی هم سوال اینه که اون قسمت هایی که فارسی هستن هم میخونه یا خود اون؟ مسئله که هستش اینه که واسه فارسی خود اپلیکیشن گوگل فارسی رو ساپورت نمی کنه و افراد نابینا یه برنامه استفاده میکنن به اسم بکنم اگر اشتباه نکنم اسمش ایزی اسپیکه، یه همچین چیزی، بعد که این زبان فارسی داره و وصل میشه به تاک بک و از خود تاک بک استفاده میکنه. یعنی اون API هایی که خود حالا گوگل داده واسه اندروید رو کاملا با اون کار میکنه، صرفا زبان فارسی ساپورت میکنه. یعنی از این لحاظ شما در دقیقی نده، چون که اون برنامه هست و کاربر نصبش میکنه. اوکی، منظورم اینه که الان اگه یه کلیک بکنن رو همون توضیحات محصول، اون دیتا چجوری با اون برنامه سوم که شما میگین ارتباط برقرار میکنه؟ این اپلیکیشنی که گفتم مثل این که با API خود تاک بک کار میکنه، یعنی اصلا شما با اون قسمتش کاری ندارید. اون وظیفه خود اون برنامه است که شما وقتی مثلا روی فلان آیکون لمس میکنی، اون متن کانتنت دیسکریپشنش رو از طریق تاک بک بخونه و مثلا با صوت پخشش کنه. ممنون، مرسی. یکی از چالش هایی که ما داشتیم و ممکن است شما هم بهش برخورد کنید این بود که دیوار از مین API 16 استفاده میکنه و ما از قابلیت های RTLی که تو API 17 اضافه شده استفاده نمی کنیم. و به همین خاطر مثلا تو کامپوننت Info on Expandable‌مون وقتی تاک بک میخواستش متن رو بخونه، از سمت چپ شروع میکرد و میگفت مثلا 130,000 کیلومتر کار کرد، که حالا برای حل این مشکل میتونستیم API رو بیاریم بالا به 17 تغییرش بدیم، ولی خب یه تعداد خیلی خوبی کاربر رو از دست میدادیم. یعنی از دست که نمیدونیم، یعنی نمیتونستن آپدیت کنم این سویچه. برای همین کاری که کردیم بودش که یکم کثیف کاری کردیم، اومدیم متن در واقع تکست ویو سمت چپی رو دادیم به کانتنت دسکریپشن تکست ویو سمت راست و متن تکست ویو سمت راست رو دادیم به کانتنت دسکریپشن سمت چپ که این مشکل حل کنه. از چالش‌های دیگه هم که ممکن است بهش برخورد کنید این است که وقتی که یک ویو رو کلیکبل می‌کنید، باید حتما حواستون باشه که اون ویو واقعا کلیکبل باشه و وقتی کاربر روش کلیک می‌کنه یه اکشنی انجام شه. مثلا ما ممکنه بعضی موقع تو برنامه‌مون برای اینکه ویو زیری کلیک خور نباشه، بیام یه ویو بذاریم روش و اونو کلیکبل بکنیم، که این کار درستی نیست، چون که تاک بک وقتی که شما رو صفحه لمس میکنید اگه جای کلیکبل باشه بهتون میگه که مثلا برای اینکه اینجا رو کلیک کنی روی صفحه دوباره لمس کن. بعد وقتی که شما همچین ویو رو توی صفحتون داشته باشی، اگر هم ویو واقعا یعنی از دید کاربر بینا اون ویو رو نمیبینه، ولی کاربر نابینا اون ویو رو میبینه، چون که وقتی که اون قسمت صفحه لمس میکنه تاک بک بهش میگه که اینجا رو دوبار لمس کن که روش کلیک کنی، ولی وقتی که روش دوبار لمس میکنی چه اتفاقی نمیفته، که خب این خوب نیست. بقیه مسائل هم مسائل دیزاینی هستش بیشتر، که دیزاینر تیمتون باید درباره این موضوع مطالعه کنه و جوری دیزاین کنه که برای طیف گسترده‌ای از افراد برنامه‌تون دسترس پذیر باشه.
و یکی از کارهایی که ما در دیوار برای کمک به انتخاب رنگ مناسب انجام دادیم، یک وبسایتی رو توسعه دادیم که به شما کمک میکنه رنگ متن مناسب رو انتخاب کنید که افرادی که مشکل رنگ بینی دارن راحت بتونن با برنامه شما تعامل داشته باشن. کار کردن باشم خیلی راحته، از سمت چپ بک‌گراند کالر و اون رنگ تکست کالری که قرار روی اون بک‌گراند نمایش داده بشه رو انتخاب میکنید. بعد این وسط صفحه بهتون میگه که این رنگ مناسبی هستش واسه این بک‌گراند یا نه، که حالا مثلا رنگ فکر کنم این قرمز دیوار هستش که مثلا واسه بک‌گراند سفید مناسبه ولی واسه بک‌گراند تیره مناسب نیست. و همین، این پایان ارائه بود. ممنون از اینکه گوش دادید. ما در حال حاضر توی کافه بازار به دنبال جذب توسعه دهنده اندروید هستیم و اگر دوست داشتید حتما به این وبسایت مراجعه کنید و اپلای کنید. ممنون. کسی سوال داره؟ آه ولی خیلی سریع رفتی. من اعتقاد دارم یه بار دیگه از اول بیا، من چند تا سوال داشتم. کسی سوال داره؟ کسی از دوستان سوال داره؟ مرسی. ببین بعد کشش بدیم. آره شما سوال حالا نمیشه. یکی از سوالات من اینه که این حالا دیزاین سیستمی که توسعه دادید، یک سری حالا XML و اینها دیدم، پرینسیپل های اینا رو کجا ما میتونیم ببینیم؟ حالا مثلا متریال دیزاین تول سایت خودش گفته این کار رو بکنید این کار رو بکنید، اما سایتی معرفی نکردید برای اینکه اون چیز رو ببینیم، پرینسیپل های اون دیزاین سیستم رو. ما در حال حاضر یک حالا همچین وبسایتی رو خیلی ناقص به صورت این هاوس داریم ولی پابلیک نیست، که حالا احتمالاً شاید به زودی بتونیم پابلیکش کنیم. و حالا هم دیزاین سیستم واسه iOS داریم هم واسه وب هم داریم توسعهش میدیم، ولی خب میگم فعلا پابلیک نیست. واسه ابزار ارتباط بین دیزاینر و توسعه دهنده هم که بتونن طرح‌ها رو ببینن و مثلا از پدینگ و سایز و اینا متوجه بشن، اینا رو از زپلین استفاده میکنیم که این خودش کامپوننت رو ساپورت میکنه، که از قابلیتایی که خیلی مهمه کامپوننتاشه، که دیزاینر میتونه کامپوننت هایی که توی اسکیچ دیزاین کرده رو آپلود کنه اونجا و توسعه دهنده اینا رو ببینه.